درود بر شما. 20 اسفند ماه 1400 خورشیدی و 11 مارس 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر با دکتر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند، و با آقای حسن دایی، پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران در کنتیکت آمریکا، میپردازیم به چشمانداز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، ترس ها، استراب ها و نگاه دقیق، و خب تلاش می شود که این نگاه ها علمی باشد، آنچه که می شود پیش بینی کرد. باری پرده آخرم خواهیم داشت به روال هر برنامه، آخر برنامه. تجاوز نظامی روسیه به همسایه غربیش اوکراین، 5 اسفند 1400 با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور شروع شد. تا امروز بیش از 2,300,000 نفر از مردم اوکراین به کشورهای همجوار مهاجرت کردند. شمار کشته‌ها و زخمی‌ها مشخص نیست. چیزای اعلام میشه ولی که می‌داند که آمارها چقدر درسته، مخصوصا در جنگ‌ها. زیرساخت‌های کشور اوکراین، کارخانه‌ها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها، پل‌ها، شهرها و روستاهای ویران محصول تصور به عمل درآمده پوتین در انتقام گرفتن از تاریخ. هفته پیش هم اشاره کردم که وال استریت جورنال در سال 1000 در تیر ماه 97 نوشت پوتین در سخنان خود در مجلس نمایندگان این کشور، یعنی روسیه، افسوس خود از فرو ریختن اتحاد جماهیر شوروی را کتمان نکرد و گفت که با این فروپاشی کشور نزدیک 24% از خاکش و نزدیک 48.5% از جمعیتش و 41% از تولید ناخالص داخلیش را از دست داد. منظور در سال 90 و 91 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به وجود آمدن 15 کشور مستقل از جمله اوکراین، از جمله جمهوری آذربایجان، از جمله ارمنستان، از جمله تاجیکستان. تلاش پوتین برای برگشتن به دوران امپراتوری روسیه به جنگی منجر شده که هیچ غیر نظامی حتی در اوکراین از گزند این جنگ مسئول نیست. همین چهارشنبه پیش روسیه قبول کرده بود که در 5 شهر آتش بس بده تا غیر نظامیان و زخمی ها از مناطق آسیب دیده و در معرض حمله خارج بشن. همون روز چند منطقه غیر نظامی رو بمبارون کرد، از جمله بیمارستان کودکان در ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین. آماری که میدن میگن 17 نفر زخمی شدن و درباره آتش بس برای خروج غیر نظامیان، همین روندی رو که عرض کردم خدمتتون، ببینید خبر سیمای آقایون چهارشنبه 18 اسفند چگونه این خبر مخابره میکنه. روسیه از برقراری آتشبس موقت در اوکراین با اهداف بشر دوستانه خبر داد. فرماندهی ستاد ارتش روسیه اعلام کرد از ساعت 10 صبح امروز در شهرهای کیف، خارکیف، چرنهیف، ماریوپول و سومی آتشبس موقت با اهداف بشر دوستانه برقرار می شود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مسیرهای بشر دوستانه برای تخلیه غیر نظامیان از 5 شهر اوکراین امروز بازگشایی می شود. من نمیدونم کدوم کشور دیگری غیر از شاید سوریه اخبار جنایت روسیه در اوکراین رو اینجوری مخابره میکنه و به جنایت جنگی میگه اقدام بشر دوستانه. بعد از اون برم میبینید تو رسانه های ماهواره‌ای که مردم ایران چشمشون به دریافت خبر و تحلیل درست اوضاع از همین رسانه هاست، بعضی ها میشنن بحث میکنن که آیا کارهایی که روسیه در اوکراین کرده جنایت علیه بشریت هست یا نیست، اگر هست چه، اگر نیست چه. اینا چند تا تصویری که دارین میبینین از مردم شهر ایرپین در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین،
کشتن غیر نظامیان و استفاده از تسلیحاتی که قادر به تشخیص نظامیان از غیر نظامیان نیست، حتی بر اساس قواعد حقوق بین الملل جنایت جنگی است. یعنی کسایی که این کارا رو میکنن نباید به عنوان سیاستمدار دیده بشن، باید به عنوان جانی و جنایتکار جنگی دیده بشن. اینا دیگه تعارف نداره که بشینیم دربارش بحث بکنیم. و متاسفانه وقتی که جنایتی در جایی رخ میده انگار خوراک رسانه‌ای درست میشه، شلوغ میشه دیگه. بشینیم بسازیم، خبر بسازیم، برنامه بسازیم، چند تا مردن، فردا بیشتر میبینن، پس خبر رو باید بروز بکنیم، پس تحلیلگر بیاریم صحبت بکنیم، فلان بکنیم. پول دیگه، پول. جهان اما به دلیل تسلیحات هسته‌ای که روسیه داره میترسه که با نیروی نظامی جلوی این جنایتکار جنگی بایسته، مبادا او از سلاح هسته‌ای استفاده کنه و جهانی رو به نابودی بکشه. به محض شروع حمله به اوکراین در روز پنجشنبه 5 اسفند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به جهانیان یادآوری کرد که زرادخانه هسته‌ای دارد. او در سخنرانیش در مسکو اعلام کرد هر کس سعی کند حتی مانع ما شود، چه رسد به اینکه بخواهد کشور و مردم ما را تهدید کند، باید بداند که روسیه فوری پاسخ خواهد داد و عواقبی به بار می آید که در طول تاریخ ندیده اید. یکی از قوی ترین قدرت های هسته‌ای جهان روسیه است و داشتن طیف وسیع از سلاح های پیشرفته و در داشتن طیف وسیع از سلاح های پیشرفته دست بالا را دارد. روسیه بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را دارد، حدود 1000 بمب اتمی بیش از آمریکا. این تهدید پوتین بیشک ترسناکه، اما اینم باید بدونیم که بمب اتمی امروز بمب اتمی نیست لزوما که سال 1945 روی هیروشیما و ناکازاکی ریخته شد و با تسلیم بی قید و شرط ژاپن دفتر جنگ دوم جهانی بسته شد. 220,000 نفر طبق آماری که اعلام شد در اثر بمب هیروشیما و ناکازاکی کشته شدند. فقط 20,000 تاشون نظامی بودند، البته نظامی بچه های مردم بودند دیگه، و 200,000 تاشون غیر نظامی. امروز نه شرایط شرایط جنگ دوم جهانی است و نه ارتش هایی که انواع سلاح های مرگبار رو دارن چندان نیازی به استفاده از بمب اتمی حتی تاکتیکیش دارن که برای ویران کردن یه شهر یا حتی یک محله میتونه استفاده بشه. نمونهش بمب خلع، بمب معروف به خلع، که گزارش ها میگن روسیه، گزارش های تایید روسیه در اوکراین استفاده کرده. این بمب که جزو سلاح‌های بی تردید ممنوع و غیر متعارفه اینطوری عمل میکنه که اول بعد از پرتاب یک فضای وسیع رو از ابر پر میکنه و همه اکسیژن اون محیط رو جذب میکنه برای انفجاری که همه اون محیط و محیط وسیع رو تبدیل به آتش میکنه و همه چی رو میسوزونه و تکانه های وحشتناک بعد از اون موج آتش که به وجود میاد تا کیلومترها همه چی رو از بین میبره. اینا همه جزء جنایت های جنگی است که روسیه این روزا در اوکراین مرتکب میشه. وجود نیروگاه های هسته‌ای هم که الان در اوکراین زیر بمباران ارتش روسیه است و نگرانی مردم جهان رو از ادامه این جنگ دوچندان کرده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن هشدار نسبت به تبعات تهاجم روسیه به اوکراین گفت روسیه به این آژانس اطلاع داده که تاکنون کنترل 6 راکتور از 15 راکتور هسته‌ای اوکراین را در دست گرفته است. تو همین 2 هفته گذشته این نیروگاه‌ها کماکان فعالند و احتمال یک فاجعه دیگر هسته‌ای وجود دارد. فاجعه دیگر یعنی چی؟ ماجرای چرنوبیل حالا اشاره میکنم. بعد از آتش گرفتن بخشی از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در
جریان جنگ در اوکراین بود. تو همین دو هفته گذشته که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 12 اسفند با محکومیت تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواهان بازگرداندن کنترل نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به اوکراین شد. اشغال منطقه چرنوبیل یکی از اولین اهداف ارتش روسیه در حمله به اوکراین بود. این منطقه در مرز بلاروس قرار دارد در شمال اوکراین که محل استقرار نیروهای نظامی روسیه است و فقط 128 کیلومتر از کیف پایتخت اوکراین فاصله دارد. انفجار در این نیروگاه در سال 1986 یعنی 1365 خودمون زمانی که اوکراین عضو اتحاد جماهیر شوروی بود به یک فاجعه تمام عیار منجر شد. این نیروگاه به همراه مناطق اطراف آن از زمان فاجعه هسته‌ای خالی از سکنه است. قطعنامه شورای حکام میگوید اقدام نظامی روسیه در اشغال چرنوبیل خطر یک حادثه هسته‌ای با پیامدهای بین‌المللی را افزایش داده است. کسایی که سریال کوتاه چرنوبیل را ندیدن توصیه میکنم حتما ببینن، داستانی مستنده و بسیار بسیار تکان دهنده است از واقعیاتی که آن زمان اتفاق افتاد و امروز بشر همچنان میترسه که همچین واقعیت دوباره تکرار بشه. باری اون سر دنیا همون موقعی که پوتین آماده باشه کامل داد به پایگاه‌های هسته‌ای روسیه، کیم جونگ ایل هم همین کارو کرد. اعلام شد کره شمالی تسلیحات هسته‌ایشو آماده عملیات کرده و فعالیت‌هاشو در سایت‌های تعطیل شده از سر گرفته. کره شمالی داریم می‌بینین، دیدین دیگه، با روسیه و چین و کره جنوبی هم مرزه. حدود 5 سال پس از آن که کره شمالی اعلام کرده بود سایت هسته‌ای پونگیری در شمال شرق این کشور را تعطیل کرده، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد پیونگیانگ بار دیگر ساخت و ساز در این مکان را از سر گرفته است. این سایت یکی از مراکز اصلی آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی است. در ایران فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دور از چشم ناظران بین‌المللی و زیر سایه جنگ در اوکراین داره انجام میشه و توافقنامه احیای برجام که طبق برنامه میبایست هفته‌ها پیش امضا میشد فعلا رو هواست و سخنرانی رهبر نظام مقدس هم روز پنجشنبه شنیدین دیگه، سمت و سوی سخنرانیش کنار نذاشتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و دیگه هم صحبتی از مذاکره ایشون نفرمودند. و خب 7 مارس دوشنبه پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام این نهاد ناظر سازمان ملل گزارش داد که در مورد 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی باید به ما گزارش بده و تا 20 مارس یعنی آخر اسفند ماه فرصت داره که اسناد لازم رو درباره فعالیت‌های فاش نشده هسته‌ایش به آژانس ارائه کنه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه 14 اسفند ماه یعنی درست زمانی که انتظار امضای نهایی توافق احیای برجام می‌رفت شرط گذاشت برای امضای احیای برجام. گفت ما ضمانت کتبی می‌خواهیم که این تحریم‌های اوکراین به هیچ شکل بر مناسبات اقتصادی و تجاری ما با ایران که ذیل برجام قید شده اثر نگذارد. آمریکا هم از صریح جواب شد داد، جواب در واقع باج‌خواهی روسیه رو سر برجام و تحریم‌های جنگ اوکراین داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم‌های وضع شده علیه روسیه سر همین حمله به اوکراین و تلاش‌ها برای احیای برجام موضوعات کاملا متفاوتند و هیچ ربطی به هم ندارند. در ایران هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضع روسیه رو در این باره تایید کرد. اظهارات آقای لاوروف رو هم ما هم در رسانه ها دیدیم و در رسانه ها شنیدیم. آنچه که گفته شده منتظر هستیم که از مجاری دیپلماتیک جزئیات اون رو بشنویم. آنچه که روشن هست گفتگوها در وین در مسیر خودش در حال پیگیری هست. همکاری های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خب روشن هست که نباید محدود و یا تحت تأثیر هیچ گونه تحریمی قرار بگیره، از جمله محدودیت هایی که همکاری های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با روسیه، چین یا کشورهای دیگه داشته. در همین بستر ما این اظهارات رو می‌فهمیم. رویکرد روسیه تا به امروز
رویکرد سازنده‌ای بوده برای رسیدن به یک توافق دست جمعی در وین، و ما هم در همین چارچوب این رو متوجه میشیم. هم آخوندن حالا مکلا یا معمم، هم سیاسی شدن، یاد گرفتن که از هر سوراخی چجوری برن تو. اینکه چقدر ممکن باشه و چگونه ممکن باشه معلوم نیست هنوز، اما آنچه هم امروز روشنه این است که موضوع اصلی ماجرای تحریم مبادلات تجاری ایران و روسیه نیست. سهم ایران از کل گردش مالی تجارت خارجی فدراسیون روسیه در سال 2021 میلادی از 0.4% بسیار رشد کرد به 0.5% رسید. شرکای تجاری اصلی روسیه در سال گذشته به ترتیب چین، آلمان، هلند، آمریکا، ترکیه، ایتالیا، جمهوری کره، انگلیس، لهستان و فرانسه بودند. 0.5% از کل مبادلات تجاریش روسیه با ایران بود. 0.5% که بدیهی است میتونه با کشوری دیگه به راحتی جایگزین کنه. این از واقعیت قضیه. خیالاتی هم دارن البته مسئولان جمهوری اسلامی، که گاه مسئولان رده‌های میانی و پایین‌تر که تو رسانه هاشون مطرح میشه. برای نمونه عرض میکنم خدمتون، دبیر انجمن کشتیرانی جمهوری اسلامی میگوید با توجه به بسته شدن راه‌های تجارت روسیه با کشورهای دیگر به دلیل تحریم‌های ناشی از جنگ در اوکراین، ضرورت دارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران و شرکت راهن ایران برای جذب بارهایی که از چین به سمت اروپا در تردد بودند از فرصت پیش آمده استفاده کند. اطلاع داریم کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برای اینکه از این فرصت کمال استفاده را برده باشند شروع به جذب سفارش‌های متعددی کردند که از طریق ریل به قزاقستان و ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان و در نهایت به سمت ترکیه و اروپا می‌رود. تجربه جمهوری اسلامی چه در استفاده مشترک از میدان قاضی سلمان با قطر و چه در کنار گذاشته شدن توسط چین از راه ابریشم جدید به اصطلاح ثابت کرده که جمهوری اسلامی اصلا نگران این چیزا نیست. اینا فقط یه قرقری است که فلان مدیر دولتی در رسانه علیه دولت یا علیه جناح رقیب به هر حال میکنه. موضوع پس چیه؟ موضوع خود برجام و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی و تلاشش برای رسیدن به سلاح اتمی در همین اوضاع بحرانی جنگ اوکراین. حرفی که خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی زد و پخشش کردیم در تایید حرف لاوروف درباره برجام به معنای آن است که برجام احیا نشود و جمهوری اسلامی از شرایط بحرانی فعلی سوء استفاده کنه برای تکمیل چرخه اتمی، چرخه سوخت اتمی. یه نکته رو بذاریم در پرانتز همینجا عرض کنم. آمریکا نشون داده که گرچه در جهت هماهنگی جهانی به سمت هدفش حرکت میکنه، اما هر جا لازم ببینه مستقل عمل میکنه و کرده. همین 3 روز پیش دولت بایدن نفت و گاز روسیه رو تحریم کرد و به صراحت گفت که ما انتظار نداریم که متحدین اروپاییمون در این خصوص با ما هماهنگ بشن. فقط انگلیس باش هماهنگ شد. چرا؟ چون آمریکا روزانه حدود 210,000 بشکه نفت خام فقط و 500,000 بشکه فراورده های نفتی از روسیه وارد میکنه، یعنی 3% از واردات نفت خام آمریکا رو نفت روسیه تشکیل میده. 3%. انگلیس هم خودش نفت مرغوب اسکاتلند رو داره. اعلام کرد که تا پایان سال 2022 دی ماه 1401 واردات نفت روسیه رو به تدریج متوقف خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی اولا آمریکا، انگلیس و شاید بعدن کشور دیگر قدرتمند غرب برنامه‌ای دراز مدت برای منزوی کردن روسیه دارن که میگه تا پایان سال آینده میلادی ما این کارو میکنیم. انگلیس میگه، البته آمریکا که کامل قطع کرد. ثانیاً امکانات همین الانشون اجازه تحریم بلافاصله برگ برنده روسیه یعنی نفت و گاز رو میده. اینکه در برجام روسیه چگونه عمل کنه یا نکنه نهایتا مناسبات آمریکا و ایرانه که سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه. آمریکا یا و تا حد انگلیس و فرانسه و آلمان و بعد کشورهای دیگه مثل ایرلند در روزهای گذشته سعی کردن با هشدار دادن درباره اهمیت احیای فوری برجام موضوع رو زیر سایه جنگ اوکراین نبرن یا لااقل از زیر سایه این جنگ بیرون بکشن و دوباره مطرحش کنن، اما جمهوری اسلامی همه چیزو فعلا معطل گذاشته. نور نیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چهارشنبه نوشت هنوز هیچ متنی در وین نهایی نشده.
و آمریکا پاسخ قابل قبولی در مورد شیوه حل و فصل موضوعات باقی مانده که در محدوده خطوط قرمز ایران است ارائه نکرده است. یار 12 تیم آمریکا در بیان همچنان رفتار ایزایی دارد. یار 12 کیه؟ به روایت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نهاد رسمی بالاترین نهاد امنیت جمهوری اسلامی زیر نظر رهبر، میگه یار 12 کیه؟ ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یار 12 تیم آمریکایی هاست. یعنی هر کاری جهان بکنه دشمن کرده، حتی این سازمان ملل باشه، نهاد ناظر سازمان ملل باشه، یعنی همین آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمیدونم رافائل گروسی باشه که آخر هفته پیش رفت ایران و سعی کرد جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که دوربین های نظارتی رو دوباره بپذیره جمهوری اسلامی روی سایت ها و اینها. باری در خدمت آقای دکتر تورج عطابکی هستیم، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند. آقای دکتر خوش آمدید. عرض کنم که شکی نیست که منافع روسیه با برجام تعریف نمیشه و اونقدر که مثلا برجام ای بسا چنان که نشان داده شده در تاریخ این چند ساله برای آمریکا مهمه یا برای جمهوری اسلامی مهمه، هر کدوم از زوایای نگاه خودشون، برای روسیه اونقدر مهم نیست. اصلا چقدر سرنوشت برجام برای روسیه مهمه از نظر شما که در این الان قلفتی گیر افتاده برجام؟ خلاصه با درود به شما، بینندگان خوبتون و همینطور میهمانتون جناب آقای دایی، اجازه بدید بگم که روسیه، برای روسیه برجام در حقیقت پیچ و مهره‌ایه که بتونه سیاست کلانی رو که از روی کار آمدن پوتین به این به بعد دنبال میکنه در حقیقت شکل بده، نه بیش و نه کم. هرگاه که گمان ببره که این پیچ و مهره رو میتونه به گونه دیگه سفت و شل بکنه، این کار رو میکنه و وقعی نه به در حقیقت اون میراثی که نوشته کسانی که برجام نخست رو نوشتن میذاره و نه به منافع ایران. اجازه بدید بگم که در مفاد برجام 2015 اشاره‌ای بود که برجام فقط باید به مسائلی بپردازه که در حقیقت پنج کشور به اضافه ایران پاش امضا کردن و از این دست. اما خب در حال حاضر روسیه طرح تازه‌ای داره، به خاطر اینکه جنگ اوکراین جریان داره و توجهی هم نداره به در حقیقت میثاقی که دیگر شرکت کنندگان در این برجام پیش کشیدن و امضا گذاشتن پاش. حالا در این چارچوب اگر ببینیم که سیاست کلان روسیه در جنگ اوکراین چه هست و به درک بهتری برسیم، شاید بتونیم به اینجا برسیم که استفاده ابزاری روسیه در حال حاضر میتونه از این برجام بکنه و پاسخی که خورند و پسند این استفاده ابزاری هست از سوی دیگر بازیگران و دیگر کسانی که دور میز برجام نشستن و به ویژه چین چه خواهد؟ خب سیاست کلان روسیه در اوکراین به فرمایش شما، سوال خودتون مطرح کردین، چیست که پیوند دارد با برجام؟ ببینید بازم من باید یه اشاره خیلی کوتاه بکنم به بستری که این جنگ خانمانسوز رو به راه انداخت. پوتین با دو هدف وارد عرصه سیاست شد. یکی این که یک حکومت مستبد متمرکز رو در روسیه شکل بده با درجه ای از بی نهایت کم از تسامح و تساهل سیاسی و اعتنا به آراء عمومی در خاک روسیه و همینطور همگامی همکاری با مستبدان در سراسر جهان، کسانی که در حقیقت این حکومت‌های توتالیتر، متمرکز، یک سالار، عناوین مختلفی میتونه داشته باشه رو در کشور خودشون جاری میکنن. نگاه کنیم به یارگیری‌های جهانی روسیه. و بعد نکته دوم یا گزینه دوم یا بدیل دومی که منظور نظر پوتین بود اینی که باید به نوعی
امپراتوری روسیه شکل بگیره، امپراتوری قرن 19 و اوائل قرن 20 پیش از شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی. در راستای این دو هدف پوتین از تمام اون سازکارهایی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی به کار رفت، از تصفیه‌های استالینی گرفته ترور مخالفان و از این دست استفاده میکنه. حالا اگر این وستر رو در نظر بگیریم برای پوتین، میبینیم که پوتین راضی نخواهد شد که تن بده به هر در حقیقت گزینه‌ای که مگر اینکه مجبور بشه و به نوعی کنار گذاشته بشه، به راحتی تن بده به هر گونه سازشی که میتونه زمینه رو برای پایان این جنگ آماده کنه. خب در این بستر وقتی به برجام نگاه میکنه، برجام باید به نوعی راه رسیدن به این اهداف رو برای پوتین هموار کنه. چگونه هموار کنه؟ اینی که در حقیقت ایران رو به عنوان دنبالچه سیاستگذاری های منطقی خودش در بیاره، ضمن این که جلو بگیره از در حقیقت شکلگیری ایران هسته‌ای، ولی این امکان رو نده که در یک آینده کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت ایران سمت و سوی همکاری با غرب رو پیش کنه. اینو به روشنی بارها و بارها حاکمان روسیه گفتن که برای اینها کابوسه اگر به نوعی ایران تن بده که نه همکاری بسیار پیگیر و پایا، بلکه در شکلی در حد یک در حقیقت همکاری جانبی موازنه‌ای بین غرب و شرق رو لحاظ کنه. روسیه همه ایران رو میخواد، نه بخشی از ایران رو. سپاسگزارم. آقای دایی، پژوهشگر روابط خارجی جمهوری اسلامی، در خدمتتون هستیم از کنتیکات آمریکا. خوش آمدید به برنامه امشب. آقای دایی هستن. بله آقای دایی، این شرطی که روسیه گذاشته است که تحریم هایی که آمریکا و غرب علیه روسیه کرده است به دلیل تجاوز نظامی به اوکراین نباید شامل برجام هم بشه و روابط تجاری روسیه با ایران رو تحت شعاع قرار بده، خب این شرط آیا در واقع یک پله است برای مقابله روسیه، بیان مقابله روسیه با آمریکاست خلاصه، یا در چارچوب برجام باید نگاهش کرد؟ سلام خدمتتون آقای دکتر اتابکی عزیز. عرض کنم با تایید، یعنی اضافه کنم به صحبت ها و توضیحات آقای دکتر اتابکی، اینه که خب توی این 30 سالی که گذشته بعد از پایان جنگ سرد، روسیه همیشه سعی کرده که اولا مسائل جمهوری اسلامی با غرب حل نشه، به نفعش نبوده، دوم که استفاده ابزاری کرده برای باجگیری. یه نمونهش سوریه است دیگه. ببینید، اجازه جمهوری اسلامی در اونجا پایگاه و همه چی داشته باشه، کمکش میکنه، از اون طرف به اسرائیل میگه هر چی میخوای بزن، اینا رو بهشون حمله کن، از اسرائیل باج میگیره. نه که دلایلی که اسرائیل موضع قاطع نمیگیره در مقابل روسیه همین مسئله، باجگیری میکنه. ولی به طور مشخص اگه ما از زاویه آمریکا نگاه بکنیم، آمریکا دو چیز رو، یا اروپا دو چیز رو برای مقابله با روسیه، با این جنگی که روسیه را انداخته، تجاوز، که مسئله یکه، یعنی مسئله دیگه در واقعا در درجات بعدی قرار میگیره، اینه که اولا بحران هسته‌ای با جمهوری اسلامی لااقل بیفته عقب، یعنی از روی میز برداشته بشه. نمیتونن دو تا بحران رو همزمان داشته باشن که دست بازتری برای مقابله با روسیه پیدا کنن. دوم این که اگر میشه نفت جمهوری اسلامی وارد بازار بشه در این شرایط، چون بالاخره تحریم نفت و گاز روسیه که از ابزارهای مهم اروپا خواهد بود. خب اگه برجام بشه هر دو اینا به نفع آمریکاست، حل میشه مسئله، دستش بازتر میشه برای مقابله با روسیه. خب روسیه معلومه که دلش نمیخواد، که میخواد بحران هسته‌ای بمونه و میخواد نفت جمهوری اسلامی هم از تل مقدور به بازار نره. یعنی نه فقط جمهوری اسلامی، ونزوئلا و غیره، حتی روابط نفتی هم که با چین داره الان، اون رو هم در همین مسیر دنبال میکنه. به عربستان هم فشار میاره که متاسفانه عربستان موضع درستی به اعتقاد من نداره اینجا. یعنی چی موضع درستی نداره؟ برای اینکه عربستان به خاطر تنش‌هایی که با دولت بایدن داشته، و آقای بایدن تقریبا میتونه بگه از نظر دیپلماتیک بن سلمان رو منزوی کرده و ترد کرده، متحد بیشتر روسیه است تا
بایدن و درخواستی که آمریکا کرده برای افزایش تولید نفت رو حتی تلفن آقای بایدن رو گویا پاسخ نداده. حالا ممکنه بخواد چانه زنی بکنه، ولی در کل من شخصا اعتقاد دارم آقای بن سلمان در زمان ترامپ سه اشتباه بزرگ کرد، برای اینکه محاسبه غلط کرد، رو آرایش قوا در آمریکا برداشت درستی نداشت، برداشت غلط بود. یکی گروگان گرفتن سعد حریری بود، دوم محاصره قطر بود و سوم قتل فجیع خشوقی. معلومه که ایشون برداشت درستی نداشت. الان در مورد مسئله جنگ اوکراین که یک انتخابی که همه کشورها باید بکنن، اگر تردید بکنه و این ریسک رو بکنه که آقای بن سلمان بخواد متحد اصلی خودشان آمریکا رو نادیده بگیره، از اون اشتباهاتی که خیلی طولانی تر یعنی فرای بایدن یا دموکراتا تاوان خواهد داد به اعتقادم. بسیار خوب، اجازه بفرمایید که من در همین زمینه یکی دو نقل قولی بیارم از رسانه سپاه. مثلا مشرق نیوز نوشته است هر ثانیه که از جنگ در اوکراین بگذرد، غرب به صورت غیر ارادی به سمت توافق مطلوب با ایران هدایت می شود. به زودی آمریکایی‌ها مجبورن پیشنهادهای چون معافیت 3 یا حتی 6 ماهه نفتی را در برابر ضمانت‌نامه کتبی روسی روی میز برای ایران بگذارند. در چنین وضعیتی ظرافت دیپلماتیک از اصل انتخاب طبیعی مهمتر است. غرب اگر به مسیر انرژی نیاز دارد، باید به جای دادن امتیازاتی چون یوترن، بازگشت ایران به شبکه بین المللی پرداخت را تضمین کند، یعنی هم تحریم‌های بانکی رو لغو بکنه الان تو این اوضاع بحرانی و هم تحریم‌های نفتی رو. و رویترز نوشته است واشنگتن به کاراکاس پیشنهاد لغو تحریم صادرات نفت این کشور را داد به ونزوئلا. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه آمریکایی گزارش داد که بر اساس پیشنهادهایی که دولت آمریکا در دیدار با مقامات ونزوئلا مطرح کرده، نفت این کشور به بازارهای بین المللی راه خواهد یافت. نفت ونزوئلا. و نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز دوشنبه 8 مارس از همین دوشنبه پیش از موافقت خود با تعیین جدول زمانی مذاکرات آتی با آمریکا خبر داد. کاهش تحریم‌های ونزوئلا بخشی از تلاش‌های آمریکا نه تنها برای جبران تبعات ناشی از قطع واردات نفت روسیه، که برای شکاف انداختن بین اتحاد سنتی مسکو کاراکاس روسیه ونزوئلا به حساب می‌آید. آقای دکتر عطابکی، آیا ممکنه مسیر برطرف کردن، مسیر رو آوردن آمریکا به یک کشور متحد جمهوری اسلامی یعنی ونزوئلا برای تأمین کسری نفت و گازش، آیا در مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی هم ممکنه تأثیر بذاره؟ ادامه صحبت‌های آقای دایی رو دارم عرض می‌کنم. یک کلام بذارید نخست خدمتتون بگم بله، میتونه تأثیر بذاره. حالا چرا میگم بله؟ اجازه بدید به یه نکته تاریخی اشاره کنم. جنگ دوم جهانی 1939 شروع شد. تا 1941 یعنی 2 سال اول جنگ، اتحاد جماهیر شوروی در کنار آلمان هیتلری قرار داشت و هیچگاه بین ایشون نزاعی نبود، حتی وقتی به چکسلواکی حمله کردند. بنابراین ما در آغاز یک جنگ هستیم، نمیدونیم چه اتفاقاتی داره میفته، میتونه بسیار بسیار متکثر، متنوع و چشماندازهای بسیار بسیار تیره‌ای رو در روزهای روشن آینده ما در حقیقت داشته باشیم که گام به گام شاهد عقب نشینی ها و پیشروی های بازیگران اصلی این صحنه باشیم. از جمله میتونیم به یک جنگ تمام عیار بین اروپا و روسیه، ناتو و روسیه برسیم. میتونیم در حقیقت شاهد یک خیزش مردمی در روسیه باشیم و نقطه پایانی بر عصر پوتین. میتونیم شاهد یک کودتا باشیم در ورای کوچک کرملین و از این دست. بنابراین تمام این اشارهایی که کردم، میخوام بگم که با قاطعیت نمیتونیم بگیم چه اتفاقی میفته، اما بر اساس تجربیاتی که داریم از سرشت جنگ هایی که پیشتر در 100 سال گذشته داشتیم، میتونیم بگیم که بله، حتی کشورهایی مثل ونزوئلا و ایالات متحده امریکا که شمشیر رو از رو بسته بودن و در برابر هم دیگه قرار گرفتن، و یا حتی جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا، میتونن
در حقیقت پای میز مذاکره بنشینن و مستقل از روسیه عمل کنن. اما اگر این برای ونزوئلا راحت تر باشه به خاطر همسایگی در نیمکره غربی قرار گرفته و از این دست، برای ایران به سادگی ممکن نیست. چرا که ما در درون ساختار جمهوری اسلامی یک گروه بسیار بسیار استخوندار روسوفیل داریم. ببینید از این داستان نمیدونم اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی که ما جنگ رو در حقیقت چیز انکار میکنیم یا قبول نداریم و حتی میدونیم، اما از طرف دیگه میخوایم بگیم که کسی که موجد این شرایط بوده ناتو بوده و از این دست، از این تعارفات دیپلماتیک بگذریم. در سه هفتهی که ما از این جنگ میگذره بخش هایی از نهاد قدرت یکتنه پای پشت روسیه ایستادن و اجازه هم نمیدن که رسانه های ایران به درستی اخبار جنگ رو در ایران پخش کنن. تلاش میکنن که یک سویه در حقیقت یک سویه یک روایت یک سویه از این جنگ رو بدن و بعد هم حتی به تطهیر رفتار روسیه در قبال برجام، در قبال جمهوری اسلامی دست بزنن. به گمان من با نفوذی که روسیه در ارکان قدرت داره، رسیدن به یک راه حل بسیار بسیار ساده آسان برای مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران در قیاس با آنچه که ما در ونزوئلا داریم بسیار و بسیار مشکل. ببینید حالا با توجه به فرصتی که داریم، من چند تا موضوع اصلی ما تلنگر داریم میزنیم در واقع به فکرها برای اینکه به این چیزا به کله ها برای اینکه به این موضوع بیاندیشن. یک مسئله دیگه این است که رویاروی ناتو با روسیه است که پنتاگون لااقل یکی از مقامات ارشدش اعلام کرده که تا حالا 17000 موشک ضد تانک و 2000 موشک ضد هوایی استینگر به اوکراین ارسال کرده. نیروهای مشترک ناتو از ایتالیا، فرانسه، آلمان، هلند و آمریکا در رومانی همسایه اوکراین مستقر شدند. این اولین بار است که ناتو نیروهای خود را برای دفاع و بازدارندگی جمعی فعال می‌کند. این یک طرف. رحمان راشد و شاید می‌شناسین، سردبیر سابق از شرق الاوسط، نوشته است هدف از فشارهای سنگین دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی غرب در گام نخست بالا بردن هزینه تصمیم حمله روسیه به اوکراین است تا غنیمتی که مسکو به دست می‌آورد ارزان تمام نشود و مسکو در آینده پیش از هر گونه حرکتی به واکنش که با آن مواجه می‌شود بیاندیشد. هدف دوم این فشارها فرسودگی اقتصادی و فناوری روسیه و انزوای سیاسی آن است، زیرا غرب امیدوار است که کرملین را در آینده وادار به عقب نشینی کند یا برای دستیابی به امنیت اروپا ظرف چند سال آینده روسیه را به فروپاشی سوق دهد. آیا ممکنه شما اول بفرمایید بعد بریم سراغ آقای دکتر عطابکی در پاسخ به همین پرسش، آیا ممکنه مسیر برطرف کردن خطر نظامی روسیه از سر اروپا و جهان آمریکا و اصولا غرب رو به همون جایی ببره که دهه 80 میلادی برد و تبعاتش هم البته دیدیم دیگه؟ حالا شما پاسخ که میدین تبعات چه میگین دیگه بفهم. بله، من یه نکته خیلی مهمی رو آقای دکتر عطابکی گفتن که من فکر کنم این رو باید مرتب تکرار کرد. ما در آغاز این بحران مهم هستیم. من یادمه که 2011 و 2012 که جنگ سوریه شروع شده بود، خب خیلی پیش بینی ها میشد. بعد دیدیم در این دوره چه اتفاقاتی افتاد، چطور گسترش یاد، چه تحولاتی پیدا کرد، اصلا عجیب و غریب بود. الان این به ما تواضع رو طبیعتا آموخته که در آغاز این بحران که بسیار مهمتر از مسئله سوریه است، میشه حد زد که به چه مسیرهای غیر قابل پیش بینی بره. دوم نکته هم که ایشون فرمودن باز هم درسته که در مورد جمهوری اسلامی موانع خاصی وجود داره که دست آمریکا رو میبنده، مثلا سر همین مسئله نفت خیلی مشکلات هست. ولی آیا به اصطلاح همین دست بستگی های آمریکا میتونه مثلا باعث بشه که جمهوری اسلامی به طرف تبدیل شدن به کشوری که در آستانه هسته، یعنی توان تولید بمب رو داره ولی نمیسازه، یا اصلا داشته باشه؟ یه وقتی هست که ما مقایسه میکنیم مثلا با همون دوره 80 که آمریکا واقعا چشمش رو برای هسته‌ای شدن پاکستان بست، حالا بعضی‌ها میگن که بعدش هم نمیومد، حالا سناریوهای مختلفی هست، نظریات مختلفی هست. در مورد جمهوری اسلامی لااقل
ببینید تا همین الان که داریم صحبت میکنیم از وین که صحبت های میاد، حتی بعد از اوکراین، بحران اوکراین، موضع آمریکا تغییر نکرده و امتیاز بیش اندازه ای نداده. یک. دوم، مسئله هسته ای بسیار مهمه. ممکنه شرایطی پیش بیاد جمهوری اسلامی مثلا توافق نشه با هم یه میلیون بشک نفت بتونه سر بکنه و نتونن اینها تحریما رو افزایش بدن یا فشار رو به علت مسائل اوکراین، اینا در عرض 1 تا 2 سال برسن به اون آستانه هسته ای. ولی مسئله اسرائیل وجود داره، کشورهای منطقه وجود داره، اینو نادیده نگیریم. برای اسرائیل مسئله امنیتی و حیاتیه و کوتاه نمیاد. بنابراین همین که آقای دکتر اتابکی فرمودن، یک، که ما در آغازیم، همه چیزی میشه در واقعا لاغر به صورت نظریه پذیرفت. ولی دو، در مورد جمهوری اسلامی موانع بسیار بیشماره. آرایش قوا در واشنگتن رو باید ببینیم، مسئله اسرائیل هم باید ببینیم. اگر نزدیک شدن به ونزوئلا سختیش برای آقای بایدن 10 باشه، نزدیک شدن به جمهوری اسلامی 1000. من که اتفاقات عجیب غریبی بیفته که خب احتمالش هست. ببینید، من سوالی که کردم در ضمن یک حاشیه هم داشت که میگم پیامدهای دهه 80، یکیش این بود که بله، سال 85 پاکستان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد در یک روند خیلی پیچیده. البته اون ماجرای عبدالقادر خان و هلندی که آقای دکتر اتابکی به ساکنش هستن و اینها. ببینید، یه بخش دیگرش مسئله گروه‌های جهادی در افغانستان. در واقع آمریکا چشمشو بر اونا هم بست و هم جمهوری اسلامی هم آمریکا به مجاهدان افغان کمک کردن برای در واقع مقابله با موجودیتش. اول اشغال شوروی بود و بعد پیشروی کرد این قضیه. این گروه های جهادی هم مثل قارچ همه جا بعدن ثبت شدن، علارغم میل آمریکا و غرب، و بیشترین ضربه ها هم به خود آمریکا زدن. ما الان داریم در اوکراین میبینیم که آقای قدیروف مزدور مسلمان پوتین 1000 تا نیرو برمیداره میبره در اوکراین و میگه مأموریت من هم کشتن رهبران اوکراین و غیره و غیره. از طرف دیگه واشنگتن پست همین دیروز مطلبی که منتشر کرد نوشت که حدود 1/3 تلفات در اوکراین اسم و رسمشون مسلمونه. اینها ساکنان کجا هستن؟ بخش مهمشون اوکراینی هستن. خیلی خوب، ولی کجایی هستن اینا؟ از کجا اومدن؟ آیا سوالم اینه آی دایی، که آیا جنگ نیروهای نیابتی، در واقع جنگ مزدوران و افراطیون اسلامی به طرفداری از روسیه در اوکراین راه افتاده با اوکراینی ها، یا داره راه میفته و چه جوریه این ماجرا خلاصه؟ ببینید، یکی اون ارتش واگنره که اسمشون سالهاست مطرحه، به خصوص در آفریقا خیلی فعالن، کارهای مختلفی میکنن. PMC یعنی Private Military Companies، که مهمترینش واگنره. 5-6 هزار تا آدم داره. اینا تو جنگ کریمه بودن، تو اون جنگ دوستانی که جدایی میخوان بودن، بعدم از 2015 رفتن سوریه. از نظر کارکرد نظامی هم بسیار ضعیفن، بعدم رفتن تو آفریقا و به خصوص الان تو لیبی میجنگن. حالا جالبه که تو لیبی واگنر این طرف یه سری سوریه‌ای هم وشته با خودش برده، ترکیه هم طرف اون یکیه، در طرف مقابل اونم یه سری سوریه‌ای رو برده. ولی الان بحث اینه که اون اصطلاح به غیر از همین قدیروف که شما جا فرمودین، این چچنای به اصطلاح مسلمونی که وشته آورده پوتین، میتونه از سوریه هم استفاده بکنه. گزارشات جدی از داخل سوریه اومده توی دو منطقه، منطقه درعا یعنی جنوب نزدیک اردن و بلندی های جولان، در اون منطقه که خیلی مهمه، یکی در اون منطقه، یکی در منطقه دیروزو که منطقه نفتی، که هر دوتاش روسیه و همین واگنر حضور جدی دارن، شروع کردن یارگیری. صدها هزار جوان سوریه بیکار هستن، برگشتن کار ندارن. اینها رو با صحبت الان از اینه که با حدود $1000، خیلی پوله، بعد یا گزارشات $500
یادمون ده ده. و یه چیزی هم اینا داره استخدام کرده، داره میبره، این گزارش جدیه، داره میبره سوریه. دوم یه چیزی یادمون نره، داره میبره همه، داره میبره سوریه، من بخوام داره میبره اوکراین، از سوریه داره میبره اوکراین. قبلا این سوریه ها رو برده لیبی، یعنی بار اولی. یه نکته رو اضافه بکنم، ببینید اون همدانی بود، حسین همدانی که مال سپاه قدس بود، یه نیروی را انداخت تو سوریه به نام نیروی دفاع وطنی سال 2013-2014، نزدیک 50-60 هزار نیرو بودن. ما 20 تا 50 دلار هم میگرفتن، یعنی سوریه ها رو گرفته بود آدم کش، مثل بسیج خودمون آدم میکشتن. جنگ تموم شده اینا بیکارن همه، اینا گروه های مختلف میلیشیا غارت میکنن، تجاوز میکنن، دزدی، هر کاری بگید میکنن. منبع اصلی تغذیه برای واگنر همینان، همینان، همینا داره استخدام میکنه. ولی ریسکش، حالا آقای دکتر اتابکی بهتر میتونن توضیح بدن، ریسک سیاسیش و نظامیش برای روسیه خیلی بالاست بردن اینا، یعنی ممکن فایده نظامی نداشته باشه ها، تبعات منفیش ممکنه خیلی بیشتر باشه. بنابراین تا وقتی اولین اسیر از اینها رو در اوکراین ما ندیدیم یا کشته رو، هنوز نمیشه صحبت جدی که، ولی شروع کرده به آموزش اینا در مناطق دیر الزور برای اعزام اینها. آقای دایی، سپاه، نیروی قدس سپاه، یعنی توضیحی که شما دادین درباره اینکه این موضوع را بیکارن و نه 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 نه، نیروی قدس اصلا دخالت نداره، نه، خود ارتش واگنر مستقیما از این نیروی دفاع وطنی که قبلا مال سپاه قدس بودن دیگه بیکار شدن. دیگه پولی هم بهشون نمیده جمهوری اسلامی، یه تعداد کمیشون رو برای کارهای مختلف استخدام کرده تو خود سوریه، ولی ده ها هزار نفر بیکارن. کار جنگی هم کردن بلدن، بیکارن اصلا. اینا رو ارتش واگنر داره استخدام میکنه، خود روسیه هم مستقیم نمیکنه که مسئولیت نپذیره. یعنی همون رمضان قدیروف داره استخدامشون میکنه در واقع. آقای دکتر اتابکی عزیز، چقدر ظرفیت داره با شناختی که شما از اون منطقه دارید، از اون مردم دارید، از اون دولت‌ها دارین، اصولاً اون منطقه اوکراین، خود این جنگ اصلا چقدر ظرفیت داره که نیروهای نیابتی به ویژه افراطیون مسلمان درگیرش بشن؟ اجازه بدید نخست اشاره کنم در تایید صحبت‌های جناب دایی، بگم که سیاستی که روسیه در اوکراین میبره، من نام سیاست سرزمین سوخته رو بهش دادم. این سیاست متفاوته از سیاستی که وقتی پوتین به قدرت رسید، در نخستین جنگ هایی که جمهوری فدراتیو روسیه با چچن ها داشتن یا جا به جا در جاهای دیگه داشتن یا در ابخازیا، متفاوته. تجربه جنگ دوم چچن که تلفات بسیار بزرگی به ارتش روسیه داد و همینطور تجربه سوریه، نوعی سیاستگذاری نظامی رو برای دولت پوتین مطرح کرده که باید برای پرهیز از تلفات نیروهای خودی تا اونجا که میتونه از نیروهای هوایی استفاده کنه، حریم هوایی این کشورها رو غرق بکنه و تمام نهادها، زیرساختهای نظامی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها رو در هم بریزه. شما کافیه که به یک فیلم از حلب نگاه کنید، ببینید که چه بر سر این شهر اومده بعد از این بمباران هوایی، تا تصویر روشنتری داشته باشید از این چیز که ما محتمل اوکراین متاسفانه به این سرنوشت دوچار بشه. خب حالا اگر که نیاز داشته باشه به پیاده نظام، همونطور که در جنگ سوریه این جمهوری اسلامی بود که پیاده نظام مورد نیاز روسیه رو در اختیارش گذاشت، در اوکراین این پیاده نظام رو باید به نوعی تأمین کنه. خب قدیروف یا تاتارهای کازان مسلمانن، ولی خب اینا نمیتونن به سادگی، چون که در درون چارچوب جمهوری فدراتیو روسیه هستن، نمیتونن به سادگی تم بدن و به عنوان سرباز، حالا اعلام کرده داوطلب، وارد این جنگ بشن. خود قدیروف پایه های سلطنتش در گروزنی رو به هواست، معترضانی داره در گروزنی. همینطور ما شاهد خیزش های اعتراضی در کازان هستیم، در جمهوری تاتارستان هستیم، و بنابراین به راحتی نمیتونه پوتین این کارو بکنه. باید یه پیاده نظامی فراتر از مرزها به کمکش بیاد. آیا
اینها میتونن در اوکراین به راحتی کار کنن. میدونیم بخشایی از مردم اوکراین به ویژه کسانی که از کریمه مهاجرت کردن بعد از اشغال کریمه از سوی جمهوری فدراتیو روسیه، تاتارهای کریمه هستن، متفاوت از تاتارهای تاتارستان کازان. اینا تاتارهای کریمه هستن، مسلمانن، آمدن به اوکراین و در کنار اوکراینی های ارتدوکس مسیحی دارن علیه روسیه می جنگن، به این امید که حاصل این جنگ بازگردوندن کریمه باشه به اوکراین که اینا بتونن به زاد و بوم خودشون برگردن. بنابراین پیچیدگی وضعیت به راحتی این شرایط رو برای روسیه فراهم نکنه. در کنار این اجازه بدید فقط به یک نکته اشاره کنم که ما وارد هفته سوم این جنگ میشیم. کجا رفت اون تلاشی که دولت مردان روسیه در نخستین روزها اشاره بهش میکردن و میگفتن که ما در عرض 48 ساعت در کیف خواهیم بود؟ شما اگر اون موقع رسانه‌های روسیه رو رصد میکردید میدیدید که همه از پایان جنگ حتی به آخر هفته نخست رسیده داشتن خبر میدادن. جنگ به هفته سومش رسیده و کشتار انسانی ابعاد بسیار بسیار فاجعه باری به خود گرفته و از این دست حتی سپاهیان روسیه هم در امان نموندند. ببینید آقای دکتر اتابکی، این آنچه که در اوکراین اتفاق افتاد حاصل نگاه ناسیونالیست های افراطی روسیه بود، از جمله پوتین، به اینکه ما تک تک این جمهوری هایی که در لااقل در اتحاد شوروی بودن و بعد به فرمایش شما در دوره تزار برگردیم به امپراتوری بزرگ روسیه و این داستان ها. یعنی اگر این اتفاق برای اوکراین نمی افتاد یکی از این جمهوری های مستقل شده و اثر فروپاشی اتحاد شوروی بسا طعمه بود. یعنی همه اینها طعمه هایی هستند در چشم های پوتین و این نگاه اولتراناسیونالیستی خلاصه به و گذشته گرایی به این صورت، این درست. ولی از اون طرف هم شما اشاره فرمودید، مثلا تاتارها رو گفتین که میرن با اوکراینی ها می جنگن و برای مثال من عکس وزیر دفاع سابق گرجستان رو دیدم که با عده دیگه رفتن اوکراین و دارن با روس ها می جنگن و این خب خیلی جالب بود که چجوری میشه پذیرفت که روسیه پیشبینی نمی کرد که اوکراین براش لقمه راحتی نخواهد بود وقتی که سابقه منطقه قفقاز و چچن رو داریم و ماجراهای گرجستان رو مثلا دیده ایم در روسیه همین بعد از فروپاشی. اگه ممکنه آقای دکتر اتابکی خواهش کنم کوتاه جواب بدین که من درباره چین هم یک سوال کلیدی دارم بپرسم. من کوتاه میگم از موقعیتم به عنوان مورخ اجازه بدید استفاده کنم بگم که وقتی ما اتحاد جماهیر شوروی رو داشتیم بعد از انقلاب روسیه تمامی سرزمین‌های امپراتوری روسیه رو به جز فنلاند دولت اتحاد جماهیر شوروی توانست زیر پرچم سرخ خودش بکشه. این رویای بازگشت به امپراتوری هیچ وقت دست از سر ناسیونالیستای روسیه، حالا ناسیونالیست ها بعضی هاشون با گرایش های بولشویکی بر نداشته. اما واقعیتی که این وضعیت وجود داره، این صحنه ای که ما درش حضور داریم اینه که ما من فقط اشاره کنم مشاور یکی از مشاوران سرسخت آقای پوتین مدنسکی هستش، برای 8 سال وزیر فرهنگ پوتین بود و بعد مشاور شد در امور فرهنگی و الانم به عنوان یکی از اعضای هیئت نمایندگی روسیه پای میز مذاکرات در بلاروس با اوکراینا نشسته. شما نگاه کنید به تز دکترای آقای مدنسکی، آنچنان تصویری از امپراتوری روسیه و بضاعت این مردم این امپراتوری برای بازگشت به مام میهن میده که آدم حیرت میکنه. اینا گمان میکردن وقتی که وارد کیف میشن، اوکراین میشن، سرباز مردم اوکراین با دست گل میرن. این واقعا اغراق نمیکنم. شما مطبوعات مسکو رو در هفته پیش از آمدن به این آغاز این جنگ نگاه میکردید، وقتی که ما اون سفارایی رو پشت مرزهای اوکراین داشتیم همه گمان میکردن جنگی بسیار بسیار کوتاه، فقط هدفش یک مشت
اوباشی که بر سریر قدرت در کیف تکیه دادن هستش، اینا رو کنار میزنیم، حکومت مطلوب خودمون رو میاریم. و اصلا هم توجه نمی کردن که این اوکراینی ها بودن در سال 1991 84% پای صندوق رأی رفتن و 92% رأی به استقلال اوکراین دادن. اینها شامل فراموشی گزینشیه که در تاریخ پردازی روسیه متاسفانه ما شاهدش هستیم. سپاسگزارم ازتون. کاش وقت می داشتیم که شما یکم کوتاه‌تر صحبت کنیم. دکتر اتابکی گل وقت اصلا نداریم. یکی دو ببینید آقای دایی، نظر آقای دکتر اتابکی در رسانه های دیگر که صحبت کردم و منم قبل از برنامه باشون صحبت میکردم شنیدم، من نظر شما رو نمیدونم که بفرمایید. آقای دکتر اتابکی میفرمایند که اگر چین، یعنی چین میتواند به این جنگ پایان بدهد، احتمالا اینطوری میشه، اگر وارد بشود، مخالفت با روسیه بکنه در این تجاوز نظامی و در واقع گرهگاه های ارتباطی لااقل در این بحران با آمریکا بتونه رفع و رجوع بکنه، اونه که میتونه از فاجعه جهانی شدن جنگ جلوگیری بکنه. شما نظرتون چیه؟ و کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. آی دایی بفرمایید. من تکرار کنم برای اینکه گیج نشده باشی، من نمیدونم صحبتایی کردم. ببینید، ما وقتی صحبت در موضوعا میکنیم 3 دستن. یکی ارتش واگنر که خود روسا هستن که تو لیبی و آفریقا و سوریه هستن. یکی همین قدیروف و اینا هستن که از چچن و اینها میارن، این به اصطلاح مسلمان‌ها رو میارن. این دو تا. سوم همین واگنر، یعنی ارتش مزدوران روسی دارن تو سوریه استخدام میکنن که سوریه رو ببرن. برای من میشه 3 تا متفاوت. در مورد چین واقعش که من تخصصی ندارم در این، ولی میدونم که الان بحثی که هست اینه که بالاخره جایگاه چین رقیب اصلی آمریکاست. مشکل اصلی آمریکا در دراز مدت و استراتژیکه. روسیه اقتصادش اندازه ایتالیاست. یک کشور میخواد با آشوب و با زور و با تجاوز کاراشو پیش ببره. متفاوته. دومی که چین آرامش میخواد. بیش از 1 تریلیون سرمایه گذاری کرده و حتی امروز گزارش شد که بود سر مسئله خط لوله انرژی که به چین داره اینا، چین شروع کرده حتی پرداختای به روسیه رو متوقف کرده. برای چین تا یه حدی بوده، داره از دست چین هم خارج میشه، به نفع چین هم به اعتقاد من نیست، ولی واقعش که من تخصصی ندارم. ولی من در پایه میخوام این نکته ای که آقای دکتر اتابکی گفتن باز هم بگم، یعنی این تجربه خود منه تو این 30-40 سال دیدم این بحران های مهم که به اعتقاد من این نقطه عطفه میگن 11 سپتامبر مثل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این اتفاق به نظر من بسیار مهمه، ولی این نکته در آغاز ماجراییم از پیشبینی های عجیب و غریب باید پرهیز کرد و یه چارچوب هایی رو به اعتقاد من باید حفظ کرد. درود بر شما. آقای حسن دایی از کنتیکت آمریکا و آقای دکتر تورج اتابکی استاد تاریخ و علوم اجتماعی در هلند، در آمستردام هلند. بسیار سپاسگزارم که در این برنامه در خدمتتون بودم و امیدوارم این جنگ تموم بشه و در 2 هفته آینده اگه بخوایم برنامه باز بگذاریم مشترک درباره چگونگی بازسازی اوکراین باشه. شبتون بخیر. بریم پرده آخر. آیا فردی که همسرش رو دوست داشته و همسرش فوت کرده و ازدواج دوم انجام داده و این همسرش رو هم خیلی دوست داره، در بهش میتونه با هر دوی اونها همراه باشه؟ هیچ اشکالی نداره، چون زندگی که اینجا هست و این هوا بازی مال دنیا هست. بله. اونجا اگر هر دو بخواهن، هم زن بخواد هم مرد بخواد، میتونن با هم باشن. اگر هم بخواد یکی رو انتخاب بکنه، عرض کنم که باز به اختیار خودش هست، ولی این اشکالی نداره که با هر دوشون باشه. شب و روزگار خوش.